بالاخره پس از سالها تلسم نیروی هوایی ایران شکسته شد و زمزمه های آشنا اما تایید شده در مورد خرید سوخوی 35 توسط ایران به میان آمد و به هر حال وقتش رسیده بود که پرندگانی تیز پرواز و تازه نفس در ایران و آسمان ایران پرواز کنند و تلسم 30 ساله نیروی هوایی ایران را بالاخره بشکنند. اما چطور؟ طبق گفته فرمانده نیروی هوایی ایران با خبرگزاری برنا اعلام کرد که خرید سوخوی 30 از روسیه در دستور کار نیست و نیروی هوایی ایران به دنبال خرید سوخوی 35 و مذاکرات برای خرید سوخوی 35 است. تا به حال به این صراحت در چند سال گذشته خبر از خرید جنگنده به میان نیامده، مخصوصاً پس از لغو تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل. اما اکنون خرید سوخوی 35 از هر زمان دیگر قطعی شده و نزدیکترین حالت ممکن را به خود گرفته. اما نکته جالب آنجاست که امکان دارد سوخوی 35 های مصری را به ایران تحویل بدهند و خیلی زودتر از موعد جنگنده های سوخوی 35 چرخانشان بر روی باند های فرودگاه ایران بنشیند. به هر حال خرید یک جنگنده که حدود 30 سال از طراحی آن می‌گذرد خیلی به نفع ایران نیست، اما عمر طراحی سیستم های الکترونیک و کلیت جنگنده سوخوی 35 بیشتر از 15 سال نیست. این جنگنده از قابلیت های بسیار بالایی برخورداره، از توان رهگیری 30 هدف از فاصله 300 کیلومتری تا درگیری با 8 فروند جنگنده به طور مستقیم. این ویژگی های جذاب باعث آن شده که بعد از سالها مجدد نیروی هوایی ایران دست بالاتر را در مواجهه با نیروهای هوایی خاورمیانه پیدا کند، چرا که برتری قطعی بر F-16 ها و F-15 ها به طور کامل نمایان است و به نوعی یک جنگنده تخصصی برای درگیری های هوایی است که با قطعیت بالا در پیروزی هم به همراه خود دارد. در واقع سوخوی 35 بعد از سوخوی 57 پاکفای روسی بهترین محصول صادراتی روس هاست که تا به الان و به زودی هم در اختیار ایران قرار می گیرد. اما بر چه اساس این موضوعات رو میگیم؟ در سال 2008 طبق تحقیقات شرکت آمریکایی رند کورپورشین، پس از طی تحقیقات مداوم اعلام کردند که برتری هوایی سوخوی 35 بر F-35 های آمریکایی قطعی است و از مانورهای هوایی بالاتری برخورداره، چرا که به ازای هر سقوط جنگنده سوخوی 35 قبل از اینکه سقوط بکنه حداقل 2.4 فروند جنگنده F-35 را به خطر مرگ و سقوط کشونده. رادار قدرتمند در کنار موتورهای رانشی قدرتمند میتواند همان شکوه از دست رفته رهگیرهای مانند F-14 را در ایران مجدداً بازگرداند و مجدداً با خرید تعداد فروندهای بسیار بالا حتی در زمره بهترین نیروی هوایی خاورمیانه هم قرار بگیرد. هرچند قیمت هر فروند هم کم نیست و حدوداً بین بالغ بر 80 تا 100 میلیون دلار گفته شده. این جنگنده می تواند در کمتر از 5 ثانیه سرعت خود را به صفر برساند و به طور کامل تغییر جهت دهد. این ویژگی در هر جنگنده قابل پیدا کردن نیست. احتمال قوی دارد ایران با خرید یک جنگنده قدرتمندی نظیر سوخوی 35 سعی کند چتر هوایی خود را گسترده تر کرده و سپس با خرید G-10 های چینی جایگزین F-4 ها و F-5 ها بکند و با خرید G-10 ها هواپیماهای سریع پرواز را در اختیار خود قرار دهد و در کمتر از چند سال مجدد نوسازی کامل را انجام دهد. هرچند این جنگنده ها یکی از بهترین محصولات صادراتی روسیه در برابر یوروفایتر تایفون و رافال فرانسوی هستند. به نوعی جنگنده چند منظوره در جهت رهگیری برتری هوایی و مأموریت تأمین امنیت هوایی برای ایمنسازی در مواقع اضطراری هستند. به نوعی میتوان گفت جنگنده های سوخوی 35 بزرگترین سد در برابر جنگنده های غربی برای نیروی هوایی ایران خواهند بود. آسمان پهناور ایران و فرسودگی ناوگان فعلی شرایط بسیار بدی را برای ایران قرار داده. در واقع تزریق خونی جدید
حتما برای نیروی هوایی فعلی ایران نیاز است، هرچند که هنوز تا آرمانی شدن مجدد نیروی هوایی ایران فاصله های بسیار زیادی است. نبود آواکس های تخصصی جهت پشتیبانی راداری، هواپیماهای جنگ الکترونیک مطابق با نیازهای روز و فناوری های روز و سوخرسان های تازه نفس نبا عمری نزدیک به 50 سال، همچنین هواپیماهای گشت دریایی و نظیر بسیار زیادی از هواپیماها، اینها همگی میتواند مکملی فوق‌العاده در جهت کامل کردن و تشکیل دادن یک نیروی هوایی قدرتمند باشد. هرچند که خلبانهای زبده اگر نباشند و آموزشهای کافی را ندیده باشند، این همه تجهیزات به کار اصلا نخواهد آمد، چرا که همه این تجهیزات به عنوان یک سیبل هدف برای دشمن آموزش دیده تبدیل خواهند شد. در واقعیت از این موضوع نمیتوان دور شد که قرارگیری جنگنده های سوخوی 35 جدید ایران در کنار پهپادهای قدرتمند ایرانی میتواند آغازگر تغییراتی جدید و نوین در عرصه نیروی هوایی ایران باشد. قرارگیری این دو در کنار هم، یعنی سوخوی 35 و پهپادهای بسیار فوق‌العاده ایرانی، میتواند آغازگر فصل جدیدی از نیروی هوایی ایران باشد. خب ایران در دهه 60 فاقد هر گونه پهپادهای بروز بود، اما امروزه چی؟ امروزه ایران پهپاد به همراه ماهواره‌های نظامی و حتی جدیداً جنگنده‌های سوخوی 35 هم در اختیارش قرار خواهد گرفت. موجب این میشه که ایران یکی از بهترین نیروهای هوایی را به زودی در اختیار داشته باشد. اگر همه این پازل ها را در کنار هم جمع کنیم، متوجه موضوع بسیار فوق‌العاده‌ای میشویم. از ساخت هواپیماهای ترابری نظیر سیمرغ تا حتی طراحی هواپیماهای مسافربری، همه خبر از یک مورد می‌دهد: پیشرفت ایران در صنعت هوایی. به زودی در مورد هواپیمای ترابری سیمرغ و استفاده هایی به غیر از ترابری یک ویدیو تخصصی را ساختیم و به زودی قرارش میدیم. حتما اگر از علاقه مندان دانستنی های نظامی هستید، پیشنهاد میکنم مجله ما رو، مجله دارکوب رو سابسکرایب بکنید تا از دیگر ویدیوهای ما هم در آینده با خبر بشید. راستی اگر از این ویدیو خوشتون اومده، دکمه لایک رو بزنید تا به دیگر عزیزان هم در یوتیوب بیشتر نشون داده بشه. به امید دیدار و به امید روزی روشن، خدا نگهدار. Down, we will never land. Now we're never till the day that we dream of.